الو سلام علیکم، حال شما چطوره؟ ها چطور بودی؟ بهتر شدی؟ خسته یا چته؟ شنفتم چی کارا میکنی؟ پدر جان چی کار میکنی؟ خوبی؟ الو قطع شد. با بیلیفون صحبت کنید تا قطع نشه. بیلیفون 818-532-5800 اتصال سریع، قیمت پایین، کفیت بالا. بیلیفون، برای ارتباط با عزیزانتان در راه دور از بیلیفون استفاده کنید. بیلیفون 818-532-5800 بیلیفون. سلام و درود بر بینندگان بسیار بسیار عزیز برنامه جهان امروز از تلویزیون اندیشه. ظهرتون در کالیفرنیا بخیر، شبتون در اروپا و بعد از نیمه شبتون در ایران و فرداتون در استرالیا، در همه جا عصرتون در شرق امریکا و کانادا. به هر حال بخیر، ما بخیل که نیستیم مثل بعضیا. بر تقدیر درود میفرستم یکایک که همتون رو و در خدمتون هستیم که یک ساعت برنامه رو طبق معمول اجرا کنیم و بپردازیم به یه سری مطالب و مسائلی که هست. و اما دوستان نازنین من، به دلیل اینکه تلفن آزاد ما تو برنامه نداریم، اونم دلیل داره و من بارها و بارها عرض کردم خدمتون، وقتی تلفن آزاد میذاریم بعضی از دوستان سوالاتی دارن که ربطی به مطالب برنامه یا اصلا خود برنامه نداره و مطالبی رو عنوان میکنن که مسیر بحث و گفتگوی ما تغییر میکنه و طبیعتاً وقت میگذره. به این دلیله که من میگم پیغام بذارین، بعد باهاتون تماس میگیرم، صحبت میکنم. هم در وقت صرف جویی میکنیم، همین که برنامه مسیرش تغییر نمیکنه. حکمتش اینه، اون کسانی که سوال میکنن و دوستان عزیز نازنینا، ببینید درسته که میگوین تلفن آزاد، دیگه الان هممون داریم میگیم که آزادی بیان یا همه این قضایا، اما هر چیزی بایستی حد و مرز خودش هم داشته باشه. ببینید، ما دموکراسی رو وقتی که در مورد صحبت میکنیم، دموکراسی هم در هر کشوری، اولا مخصوص همون کشور شما نگاه میکنید، در آلمان دموکراسیش با دموکراسی فرانسه فرق داره، با هندوستان اینا فرق دارن، همه اینا با امریکا فرق دارن. بنابراین هر کشوری برای خودش ضوابط و مقرراتی داره، ضمن اینکه دموکراسی رو هم رعایت میکنه. و دموکراسی تعریف علمی داره که متاسفانه هیچ کدوم تا به حال راجبه صحبت نشده و هر کسی، اکثریت نه هر کسی، بنا به اون تفکر خودش، بنا به سلیقه خودش دموکراسی رو تعریف میکنه، که حالا حرف تو حرف میاد. این که بایستی یه خورده دقیق‌تر، یه خورده درست‌تر، یه خورده سازنده‌تر در این مورد، در این موارد صحبت بکنیم و فکر بکنیم و حرکت. وقتی که شما یک برنامه رو می‌بینی، در منزل نشستی، افتخار می‌دی به من برنامه رو تماشا می‌کنی، شما یک نفر نیستی. و من هم اینجا تعهدی ندادم که بیام در تلویزیون
و اون چیزی رو که شمای تنها در منزل انتظار دارید براتون اجرا بکنم. با عرض معذرت، دلم میخواد که یک همچین شرایطی باشه، اما متاسفانه تلویزیون برای همه هست. من ممکنه 40-50 نفر دیگه هم بیننده داشته باشم غیر از شما. من ادعا نمی کنم که میلیون ها، اگه میخواستم راجع به میلیون ها صحبت کنم که اصلا هیچی، 40-50 نفر دیگه هم غیر از شما ممکنه باشن، اونا خواسته هاشون دقیقا برعکس اون چیزی که شما میگید باشه. بنابراین این رو توجه داشته باشید. من گاهی اوقات بنابه میل شما رفتار میکنم، گاهی اوقات بنابه میل اون گروه رفتار میکنم. اگر تغییراتی میبینید هم برای تنوع هست، هم برای اینکه دوستان عزیز از من میخوان. مثلا دوستی به من وقتی میگه که از برنامه های گذشته بگذارید، خب من میذارم یه چند نفر دیگه هم که این حرفو میزنن، از برنامه گذشته یک قسمتی رو تکرار میکنم. وقتی که میگوین مثلا فرض بفرمایید طنز داشته باشه برنامه شما، من یه مقدار چاشنی طنزشو زیاد میکنم. اون دوست عزیز زنگ میزنه میگه آقا شما برنامه‌تون جدی باشه، این برنامه جدی باشه بهتر. بنابراین من اگر بخوام حرف شما رو گوش کنم اون ناراضی میشه، اونو بخوام گوش کنم شما ناراضی میشی. بنابراین این محبت رو داشته باشید و بگذارید که برنامه اونطور که باید پخش بشه شما بر اساس اون قضاوت بکنید. ممکنه یه بار خوشتون نیاد، دفعه دوم خوشتون بیاد چون بنا به سلیقه شماست و قص علی هذا. و این حق رو برای برنامه سازها قائل باشید که اینها هم بتوانن آزادی عمل داشته باشن و کاری که دلشون میخواد تولید بکنن. اگر قرار بر این باشه که شما به من بگید چه کار بکن، خب بنده میموندم در جمهوری اسلامی، اونها به من میگفتن چه کار بکن، میکردم و خب وضعم خیلی بهتر از الان بود از هر نظر. به هر حال کاری نداریم، دنبال این بحثو نگیریم دیگه بیشتر از این. بپردازیم به قضایایی که باید بپردازیم. و اما یه بخشی راجع به دموکراسی صحبت شد و در مورد آزادی بیان و آزادی قلم و این قضایا که بد نیست راجبش حرف زده بشه. ما در این 33 سال در کشورهای متمدن در اقصا نقاط جهان زندگی کردیم، اما تو خودمون بودیم و قوانین و مقررات خودمون رو رعایت کردیم. همون چیزی که در ایران بوده آوردیم، همون توقعات رو از هم داریم. یک جاهایی امریکایی میشیم یا آلمانی میشیم یا فرانسوی میشیم که به نفعمونه، یک جاهایی اگر که به نفعمون نباشیم آقا ما ایرانی هستیم این حرفا چیه میزنی. این رو هم داشته باشیم که باید واقعا بهش فکر کنیم. مال ماهایی که این ور هستیم و کسانی که در اون ور در خود مملکت هستن، در لونه زنبور هستن، این بنده خداها که وقتی آدم در موردشون میشنوه میبینه میخونه، اون وقت از راه دورم هست آدم، یه وقت ممکنه داخل ماجرا که هست آدم یه جورایی مشکلش کمتر باشه، اما وقتی فاصله میگیره احساس و همه اینا میان وسط و پادرمیونی میکنن که آدمو بیشتر به زمین بزنن. واقعا ما جوانهامونو از طریق فیسبوک من بیشتر ارتباط برقرار میکنم و میبینم و از دوستای دیگه صفحه هاشون رو وقتی نگاه میکنم، این جوانها چقدر مایوسانه با زندگی برخورد میکنن، چقدر آه و ناله دارن، چقدر وقتی با هم حرف میزنن، البته بعضی هاشون واقعا دمشون گرم، بعضی هاشون در کمال فشار و ناراحتی که وجود داره شوخیشون رو میکنن، خندهشون رو میکنن، مطلقاشون رو میگن، ولی بعضی ها هستن اصلا انقدر اینها بسته در غم و غصه دنباله، یعنی با توجه به این که شکایت میکنن از این رژیم، از این حکومت، اما اون مکتب کربلا، اون زجه و زاری و گریه و غم و غصه رو شما در وجودش حس میکنی. و من متاسفم جوانای عزیز ما، شمایی که فردای ایران واقعا به دست شما ساخته میشه، شما باید خیلی بشاشتر و شادابتر و
استوارتر باشید که نسل های آینده چشم امیدشون به شماست. و اینکه یه عده‌ای من دیدم اصلا خیلی راحت یکی از جوان هایی که با من در ارتباط بود نوشته بود که کی میشه یک قدرت خارجی حمله بکنه و ما رو از شر اینا خلاص بکنه. من همیشه عرض کردم خدمتتون که قدرت خارجی دوستان عزیز اگر بیاد حمله بکنه به خاطر خودش حمله میکنه، به خاطر من و شما حمله نمیکنه. و وقتی به خاطر خودش حمله بکنه اون بالا یه گاوی بسته میشه، باز من و شما زجرشو خواهیم کشید یه عمر. الان در مملکت ما مردم هستن، این جوونا، شما جوونا هستید که باید فکر اساسی بکنید. ماها ازمون گذشته، ماها یک خرابکاری کردیم در حق شما و نسلهای آینده که به هر حال راه برگشتم نداریم و نداشتیم. اما متاسفانه بعضی از ما هنوز که هنوزه روی یک دنده خوابیدن و حتی یه حرکت نمی کنن که هوا بخورن و هنوز که هنوزه میگن مرغ یک پا داره و حاضر نیستن که دیگه رها کنن، واقعا بگذارن که جوونا با استعدادهای جدید، با شناخت جدید، با سیاستهای جدید گیریمشون از آب بیرون بکشن. هنوز میخوان نسخه بنویسن، هنوز فکر میکنن که میتونن رهبر باشن، هنوز فکر میکنن میتونن ناجی اون مملکت باشن و متاسفانه هر کدوم هم برای خودش ساز تنها میزنه و اینها نمیان که با همدیگه دست به دست هم بدن، حداقلش به عنوان مشاور یک نظری رو، یک حرکتی رو بررسی بکنن، نقاط مثبت و منفیش رو ببینن، چه از شناخت بشناسن، رفع بکنن، بعد اینو عرضه بکنن برای اون کسانی که باید دنبال این قضیه رو بگیرن. متاسفانه همه جور اصلا جنس‌های ناجور ناهماهنگ. ولی من میخوام از شما خواهش بکنم جوونا که خوشحال شدم، احساس کردم که شما هم بیننده برنامه من هستین و واقعا خیلی خوشحال شدم، چون من همیشه فکر میکردم یه سری از همسنای خودم برنامه رو میبینند و یاد گذشته میفتند و یاد آینده و به هر حال به احترام این چند سال سابقی که آدم داره با آدم همراه هستم. اما خوشحال شدم دیدم که جوانها هم با منن و سعی میکنم که یه مقداری هم روی سخنم با شما جوونا باش. به هر حال اون مملکت به شما نیاز داره، نسل آینده به شما نیاز داره، شما هستید که بایستی پست های کلیدی مملکت رو در دست بگیرید، شما هستید که باید قرص و محکم و استوار باشید و به هر حال گرفتار اعتیاد و آسیب های اجتماعی که همه رو به زانو در آورده نشید. و اگرم میبینید کسانی از نزدیکان شما، دوستان شما گرفتار هستن، واقعا همت بکنید و نجاتشون بدید. بینندگان بسیار بسیار عزیز و نازنین، ما در جهان امروز میبینیم که تیمهای پزشکی، تیمهای تحقیقاتی، اینا هر کدومشون که ایرانی هستند و بایستی در مملکت خودمون بیایند و خدمت بکنن به مردم، راههایی رو پیمودن، به موفقیت‌های دست پیدا کردن که باعث افتخارمونه. اما از اون برم باعث ناراحتیمون هست که چرا اینها در کشور خودمون محل عرض و اندام ندارن و بایستی خدماتشون در کشورهای دیگه استفاده بشه و بهره برداری بکنن ازش. غزاله عزیز، اگر که شما اون بخش چشم و گوش که پرورش چشم و گوش بود اگر برای ما، برای بینندگانمون بگذارید، میبینیم که امروز کار رسیده به جایی که اعضای بدن رو میسازن، پرورش میدن و اگر که یک بینی کاملا از بین رفته باشه در اثر سرطان که توضیح میده اون
دکتر، رئیس تیم، اینها میسازن و کاملا یک دونه بینی رو پیوند میزنن به صورت، میریم میبینیم و برمیگردیم. به نظر واقعی میان، ولی اینها اندام های مصنوعی است که از پلیمر ساخته شده. اینجا در آزمایشگاه بیمارستان رویال فری، دکتر اسکندر سیف‌علیان و گروهش سال هاست که روی ساخت بافت‌های مصنوعی انسان کار می‌کنند و حالا به تازگی این بینی مصنوعی رو برای پیوند به یک بیمار آماده کردند. یه مریض داریم که تو دماغش سرطان داشته، همش رو برداشتن، سرطان دماغ رو برداشتن، بعد از سی تی سکن، یه سکن اکس ری سی تی برداشتن، از سی تی سکن ما واسه همون فرستاده بودن و سی تی سکن رو ما فرستادیم واسه همون یه چیز شیشه‌ای درست کردن، مولد شیشه‌ای، این از خود دماغ مریض درست کرده اینا. بعد توی این توی دستگاه سلولای اولی ازش از مریض گرفتیم، گذاشتیم تو دستگاه اینا با این ماده اینا، این الان داره رشد میکنه. رمز موفقیت شاید ویژگی های ماده مورد استفاده باشن، هم محکم است و هم بدن آن را میپذیرد. این مواد از میگن نانو کامپوزیت، اینا کامپوزیت نانو، یه مقدار نانو پارتیکل، یه مقداری کامپوزیته. اینا ما تو بخش ما اینجا اینا سینتزیز میکنیم و این ماده رو مثلا مثل عسله اینا، ولی این ماده رو میتونیم هر شکلی بخوام در میاریم. در مرحله بعد این ماده باید به شکل اندام مورد نظر درآید. این پلیمر رو با استفاده از ماشین اولتراسونیک اتمیزیشن ماشین پخش میکنیم روی قالب های شیشه ای که این به صورت گوش و این به صورت بینی ساخته شده. اما حتی بعد از طی این مراحل هم بینی هنوز برای نصب روی صورت آماده نیست. بینی نیاز به پوست داره. حالا بینی رو گذاشتیم یه مثل بادکنکه، گذاشتیم زیر آرمش اینجا توی زیر سخونش گذاشتیم، هر روز کمی بادش میکنیم اینا که این پوستا اکسپند کنه، بیشتر باز کنه، باز کنه اینا. تا الان تمام اندازه بینی باز کرده. اینجا یک چیز کوچیک میبرن و جراح این بینی که درست کردیم رو میذاره توش. بعد باید تقریبا شیش هفته باید اونجا باشه و اینا مثلا هر روز هر هفته اسکنش میکنیم، میگن اسکن میکنیم، لیزر اسکن میکنیم، ببینیم بینی رو داره رشد میکنه، پوستاش روش قشنگ پیچیده یا نه. بعد این وقتی چیز رو روش گرفت اینا بعدن چیز میکنیم، بعدن ورش میدارن، جراح میبره ورش میداره که روی بینی بذاره. این اولین بینی مصنوعی است که نصب می شود و اعضای گروه می گویند با توجه به سابقه استفاده از این مواد در بدن انسان، امکان پذیرش آن توسط بدن بسیار بالاست. معمولا اگه بینی رو شما بخواید دیکنستراکتش بکنین، از نو بسازین، باید دندون های ستون و فقرات رو استفاده کنین که یه عمل حتی 3 تا 4 تا عمل تیرترت کاملا به نتایج کامل برسین و این خیلی عوارض داره و ما امیدمون هست که یه روز این کار اصلا نباید بکنیم. از این روش برای ساخت اندام‌های دیگر بدن از جمله قلب هم استفاده خواهد شد. البته هنوز امکان ساخت اندام‌هایی مثل مغز، ریه و کلیه که پیچیدگی زیادی دارن وجود نداره. پژوهشگران زیادی بر روی ساخت اندام‌های مصنوعی انسان کار می‌کنن و هر کدوم سهمی در پیشبرد این رشته از علم داشتن. با این حال هنوز بیماران زیادی در انتظار اندام‌های اهدایی هستند. شاید کاری که دکتر سیف‌علیان و گروهش انجام میدن بتونه در نهایت انتظار در صف اندام اهدایی رو از بین ببره. فتانه فرج‌اللهی، بی بی سی. ما خواهش کردیم ازتون این اجازه بدید من الان باید برم روی جلو دوربین هستم و با شما صحبت خواهم کرد. حضورتون عرض کنم بینندگان عزیز، این بخش پرورش چشم و گوش رو در انگلیس دیدین. البته کسانی که اینجا به اصطلاح دارن کار میکنن، خب از نظر پزشکی دارن خدمت میکنن به جامعه بشریت، و اما فردا یه وقتی
براتون اعجاب آور نباشه، تعجب انگیز نباشه. اگر کسانی از این چشم و گوش ها استفاده کردن، وارد ایران شدن، اینا رو به عنوان چشم و گوش انگلیسی گرفتن و زندانی کردن، به هر حال ناراحت نشین. حواستون باشه مسافرت در اون موقع نکنید اگر دماغ و نمیدونم چشم و گوش انگلیسی پیوند میزنن بهتون، چون با اینا با هیچ زبونی نمیشه کنار اومد و صحبت کرد. حالا بینندگان عزیز و گرامی، در مملکت ما همونطور که میدونید انواع اقسام اتفاقات میفته و همینطوری سوال برانگیزه. من یک خبری شنیدم راجع به سعید مرتضوی دوباره، که من راجع به این مفصلتر صحبت خواهم کرد و این سعید مرتضوی واقعا بایستی پیدا بکنیم که چه حکمتی درش هست که حاضرن، و شاید من از یک شخص واردتر سوال بکنم، که حاضرن خودشونو به مشکل به اصطلاح برسونن، حاضرن که به جون بخرن مشکلات متفاوت رو، اعتراض مردم رو، ناراحتی ها رو، شک و تردید ها رو، اما این دست به ترکیبش نخوره. از این ورش میذارن اونور، از اونور میذارن اونور، و همینطوری انرژی مردم رو مصرف میکنن، پول مردم صرف میشه، و نمیدونم شاید هم یه جنگ زرگری را میندازن، سر مردم رو گرم کنن برای رسیدن به یک ماجراهای دیگه که زیر پوشش قرار بدن اون ماجراها رو. ولی این سوال بسیار بسیار بزرگی برای من که عرض کردم، شاید که حالا با یه آدم واردی در این مورد صحبت بکنیم. حضور شما عرضه بدارم که در این 11 ماه گذشته خبری اومده که درآمد ایران از نفت انقدر بالا بوده که همه رو حیرت زده کرده، همه به هر حال تعجب کردن. یه چیزی حدود 110 میلیارد دلار که همچین پولی سابقه نداشته ایران درآمد نفتش بوده. اما هر چقدر که درآمد نفت بیشتر میشه، هر چقدر پول بیشتر توی خزانه مملکت بایستی بیاد، در واقع اینها صادراتشون بیشتر میشه، و اون هم در جریان هستید، مجبورن، برای اینکه خیلی جاها بنا به دلایلی که بخواهن مورد حمایت واقع بشن، اینها معاملات و پایاپای انجام میدن، نفت میدن، اون وقت جنس بنجل میگیرن. الان کار به جایی رسیده که اینها هر چیزی رو که در مملکت شما فکرشو میکنید، خب چینی هست ریخته تو بازار، و بارها و بارها هم گفتیم که چقدر لطمه زده به حتی صنایع کوچیک، به کارخونه های کوچیک. اون دفعه عرض کردم خدمتتون، یه بدبخت بیچاره یک گوشه خراتی میکرد که 10 تا گوشکوب درست میکرد که ببرن باهاش گوش بکوبن، اینم از چین وارد میکنه. یعنی شما ببینید در سطح مملکت واقعا چه جنایتی. این تنها جنایت این نیست که طناب دار بندازن گردن یکی بکشن اون بالا، این حرکت ها واقعا کمتر از جنایت نیست. شما ببینید چه تأثیری داره این حرکت، که حتی یه خراتی که 10 تا گوشکوب میخواد درست کنه، اون هم بدبخت بمونه و گوشکوباشو نتونه فروش به فروش برسونه، و آقایون از چین گوشکوب وارد کنن، از چین مهر نماز وارد کنن، تسبیح وارد کنن. من نمیدونم اون موقعی که مسائل خودشون بخواد اینا رو اگر از طریق کسی دیگه اقدام میشد و خودشون طرف مقابل اون بودن و میخواستن جنگ و دعوا بکنن، حروم میشد، انواع اقسام ترورای شخصیت می کردن، انواع اقسام حدیث و روایت می آوردن که این چون در خاک چین این تربت ها درست میشه، نماز ال می شود و بل می شود.
و مسلمان حتما بایستی بره پول بده به آخوند که نمازهایی که با مهر چینی خونده شده اینها رو دوباره بخونن، همه اینا پیش میاد. اما امروز اشکال نداره، امروز چون چین از خودشون حمایت میکنه، روس از خودشون حمایت میکنه، به خاطر این قضیه اشکالی نداره، مهر چینی هم باشه چه بهتر، پیشونی که میذاره اون رو رکعت هم برای شما اعلام میکنه که یه وقتی حواستون پرت نشه به جای مثلا دو رکعت سه رکعت بخونین، به جای چهار رکعت باز دو رکعت بخونین، همه اونا رو هم مشخص میکنه. دوره پیشرفت علم است و صنعت و اینها هم جنس بونجول رو بایستی وارد اون مملکت بکنن که بتوانن از حمایت اونها بهره ببرن، کما اینکه البته اینها خواب خرگوشی است عرض کردم، اون بار اینها فکر میکنن زمانش که برسه چنان پشتشون رو میکنن که آقایون وقت نمونه های مختلفش هم دیدن و هنوز عبرت نمیگیرن. به هر حال پول نفت بسیار بسیار بالا رفته درآمد، اما حیف که اینها صرف اجناس بنجل میشه. بینندگان عزیز، جوونا، خانواده های گرامی، میخوام ازتون خواهش بکنم، شمایی که میگید در سال 57 مردم اعتصاب کردن و دولت رو به زانو درآوردن، ال کردن، بل کردن، این جمله رو داشته باشین تا بعد از آگهی های بازرگانی من به این بخش خود بپردازم و ببینیم که نمیتونیم الگو برداریم، میتونیم بهره بگیریم و نقشه دیگری رو پیاده بکنیم. به هر حال بریم و برگردیم. الو، سلام علیکم، حال شما چطوره؟ ها چطور بودی بهتر شدی؟ خسته یا چته؟ شنفتم چه کارا میکنی؟ پدر جان چه کار میکنی خوبی؟ الو قطع شد. با بیلیفون صحبت کنید تا قطع نشه. بیلیفون 818-532-5800، اتصال سریع، قیمت پایین، کیفیت بالا. بیلیفون، برای ارتباط با عزیزانتان در راه دور از بیلیفون استفاده کنید. بیلیفون 818-532-5800. بیلیفون. بانوی آواز ایران، پریسا. شنبه دوم جون، تورنتو، 416-704-4717. یک شنبه سوم جون، آداوا، 613-889-4720. جمعه هشتم جون، مونترال، 514-678-4030. یک شنبه دهم جون، وانکوور، 604-985-6282. بانوی آواز ایران پریسا همراه با گروه همنوازان در تور کانادا و آمریکا. گروه حقوقی کلارک فاونتن با مجموعه 120 سال تجربه کاری در سراسر آمریکا می تواند دعاوی حقوقی شما را در موارد تجاری، کاری، صدمات بدنی ناشی از اشتباهات پزشکی و تصادفات اتومبیل بدون پیش پرداخت قبلی انجام دهد. شما در صورت موفقیت در دعاوی حقوقی خود به ما پرداخت می کنید. برای مشاوره رایگان با سیروس نیاکان، عضو گروه حقوقی کلارک فاونتن تماس بگیرید. الو، سلام علیکم، حال شما چطوره؟ ها چطور بودی بهتر شدی؟ خسته یا چته؟ شنفتم چی کارا میکنی؟ پدر جان چی کار میکنی خوبی؟ الو قطع شد. با بیلیفون صحبت کنید تا قطع نشه. بیلیفون 818-532-5800، اتصال سریع، قیمت پایین، کیفیت بالا. بیلیفون، برای ارتباط با عزیزانتان در راه دور از بیلیفون استفاده کنید.
بیلی فون 818-532-5800 بیلی فون. خب دوستان عزیز، امیدوارم که خسته نشده باشید و حرفایی که من میزنم براتون خسته کننده نباشه. یه خورده اگر فکر کنید، یه خورده اگر توجه داشته باشید، محبت کنید، میبینید که حرفای من پر بیراه نیست. الان ماجرای این قراردادها رو که بهتون عرض میکنم، واقعیت یکی از کارهای بسیار بسیار ننگینه. من جز این نمیتونم بگم، چون ما قراردادهای ترکمانچای و گلستان و اینها رو در طول تاریخ راجبه صحبت میکردیم و این قراردادی که اینها میبندن، قراردادهایی که میبندن، واقعا روی اونها رو سفید میکنه. بعد اینجا شما ببینید که چه منت‌هایی سر مردم گذاشته میشه. من یک بار دیگه خدمتتون اینو یادآوری میکنم، برای اینکه هر برنامه‌ای ممکنه بیننده‌هاش اکثرا اون کسانی نباشن که برنامه قبل بودن، اینا بنا به هر دلیلی ممکنه متغیر باشن. بنابراین یک جمله‌ای که گفته میشه اونطور که باید به گوش هموطنانمون نمیرسه و من ناچارن هم گاهی اوقات اونها رو تکرار میکنم، هم اینکه در فیسبوک و یوتیوب ازتون خواهش میکنم که برنامه های منو اگر خواستید، اگر ساعتش با ساعت شما نمیخونه، میتونید تعقیب بکنید. به هر حال این جمله ها یا حرف های تکراری رو هم بذارید به حساب همون که عرض کردم. یه سری هم هستن که تازه به ما متوسل به ما ملحق میشن و بایستی در جریان مسائل قرار بگیرن. بله، این ماجرای قرارداد به این ترتیبه. اما یک صحبتی که میخواستم دوباره یادآوری بکنم در یکی از برنامه‌های تلویزیون اندیشه مطرح شد که بسیار بسیار بجاست، در مورد یارانه هایی که منت سر شما میگذارن و از این حرکت حتی بهره برداری هم میکنن. و خیلی از کسانی هستن که میگوین آقا فعلا که احمدی داره ماهی اینقدر به ما پول میده، 45,000 تومان، 48,000 تومان پول میده، بزنین حالا کاری هم داره میکنه بکنه، اونش هم به هر حال ما چشممونو میبندیم. ولی نه، پولی به شما داده نمیشه، به دلیل اینکه آمدن انرژی رو گرون کردن، برق، بنزین، گاز، اینها همه وقتی گرون میشه شما باید بپردازی، شما مصرف کننده باید بپردازی، و این رو تعیین کردن که از هر نفر یه رقمی که الان من البته دقیقا ممکنه یه مطرح نتونم بکنم، یه خورده بالا پایین، هر نفری در سال 960,000 تومان بایستی به خاطر این گرونی پرداخت بکنه، اضافه پرداخت بکنه. اون وقت بیان شما که میگم اون دفعه هم عرض کردم تلفناتون ماشین حساب داره، ماشین حسابای ارزون ریخته همتون دارید، برید 2 دقیقه بشینید ضرب و تقسیم بکنید، ببینید که در سال از شما چقدر میگیرن و چقدر به عنوان یارانه بهتون میدن. 960,000 تومان ازتون میگیرن
و 650 هزار تومن بهتون میدن، 260 تا یه همچی حدودایی از شما اضافه میگیرن و منت هم سرتون میذارن. گوله هیچ کدوم از این حرکت های اینا رو نخورین، باور کنید اینها فقط میخوان باشن، فقط میخوان باشن و هیچ راه دیگه هم براشون نیست جز این که دروغ بگن، ظلم بکنن، نمیدونم گرفتاری درست بکنن واسه مردم که اختناق به وجود بیارن، ترس و وحشت باشه بتونن بمونن. بینندگان گرامی، به هر حال یه مقداری روی این اتفاقاتی که میفته بیشتر فکر بکنید. من یک دو بار سه بار باهاتون صحبت کردم، گفتم اگر سال 57 آمدن اعتصاب کردن، اون زمان اگه یادتون باشه اعتصاب میکردن، حقوقم میگرفتن، یعنی پول داشتن خرج میکردن، اجاره خونهشون رو میدادن، مخارج روزانهشون رو داشتن و اعتصاب هم میکردن، تا زمانی که دکتر بختیار گفت که اگر شما نرید سر کار دیگه حقوق خبری نیست. مردم یواش یواش داشتن آماده می شدن برای رفتن، که خب این ور قضیه یه خود سرعت پیدا کرد، اون کسانی که دلشون می خواست که کار به اینجا بکشه سرعت پیدا کرد و به هر حال شد اونچه که نباید می شد یا اینجوری نباید می شد. امروز نمیشه اون توقع رو از مردم داشت. از کسبه شما نمیتونین بخواین در مغازه‌شون رو ببندن. خب احتمالاً ممکنه در مغازه رو ببندن فردا بیان مزاحمشون بشن، اما میتونین برعکس عمل بکنید که همون به اصطلاح معنا رو بده و همون کارایی رو داشته باشه. میتونید جنس نخرید، در مغازه ها باز باشه، کسی هم نیاد به اون صاحب مغازه به اون فروشنده اعتراض بکنه بگه رفتی تو خونه در بستی با ما مخالفی. اما خرید و فروشی نمیشه، بازار راکت میشه. کفش نخرید، شیرینی نخرید، نمیدونم چیزایی که لازم ندارید نخرید. حالا نون لازم دارین، گوشت لازم دارین، تخم مرغ لازم دارید، که حالا گفتم گوشت یه چیز دیگه یادم افتاد که الان خواهش میکنم از غزاله راجع به پرورش گوشتم با شما، نه خیر، در مورد گوشت قرمز، نه پرورش گوشت، در مورد گوشت قرمز هم با شما الان یک فیلمی رو شیر میکنیم به قول آمریکایی‌ها، تقسیم میکنیم که ببینیم. و عرض کردم گوشت میخرید و نون میخرید، یادم افتاد این رو هم باید ببینید که خیلی خیلی مهمه و ضروریه که حتما در جریان باشید. بینندگان گرامی، به هر حال میتونید اعتصاب رو از اونوری حرکت بکنید و به نتیجه هم برسید. بالاخره بایستی به نوعی با این رژیم مبارزه کرد. حالا جوانای خورده به خاطر مسائل مختلف، به خاطر خواست پدر مادرها، نمیدونم هم و اقسام گرفتاری هایی که دارن دستشون بسته است، میتونین مبارزه منفی بکنین. بریم گوشت قرمز رو غزال جان ببینیم و برگردیم تا ادامه بدیم چند دقیقه دیگه برنامه رو. برگ نیمی از مبتلایان میشود. دانستن این حقایق درباره تب کریمه کنگو کافیست تا کشوری را نگران کند. کریمه کنگو که نامش ترکیبی است از محلی که کشف شد و جایی که بیشترین شیوع را پیدا کرد، از طریق تماس با خون آلوده دام به انسان منتقل می شود. به جز آفریقا و اروپای شرقی، این بیماری در هند، ترکیه، عراق، پاکستان و افغانستان شایع است. در ایران تب کریمه کنگو از دهه 70 میلادی شناسایی شده و هر سال به طور میانگین بین 30 تا 120 مورد ابتلا به این بیماری گزارش می شود. ماه پیش مرگ امیر کیخسروی، انترن پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد که هنگام درمان یک بیمار به این ویروس مبتلا شد، کریمه کنگو را دوباره خبرساز کرد. در 3 ماه گذشته او دومین نفری است که جان خود را از دست داده و 18 نفر هم تا به حال به این بیماری مبتلا شدند. پزشکان برای این بیماری درمانی قطعی و استاندارد ندارند و پیشگیری را بهترین راه کاهش میزان ابتلا می دانند.
برای این کار باید دام‌هایی که به ایران وارد می‌شود قرنطینه و آزمایش شود و همین جاست که مشکل ایجاد کرده. خبرگزاری مهر نوشته قیمت دام زنده در ایران 3 برابر افغانستان است و این تفاوت قاچاق دام را به تجارتی پرسود تبدیل کرده. بزرگترین مسئله که اینجا داریم اینه که سیستم سنتی کشتار میتونه این مسئله رو تشدید کنه و در صورتی که کشتار تحت نظارت سازمان دامپزشکی باشه و توی کشتارگاه‌های صنعتی این اتفاق افتاده باشه، به خاطر اینکه سازمان دامپزشکی بخشنامه کرده که باید گوشتی که کشتار میکنن و حداقل 24 تا 48 ساعت توی دمای سردخونه نگهداری کنن، عملاً این از بین میره ویروس تو بدن اون دام آلوده، چون که دام به خودی خود هیچ علائمی از این بیماری نداره، فقط یه تب خیلی مختصر میده و شاید خود دامدارم تو اون لحظه کشتار ندونه که دامش آلوده است. سرنوشت تب کریمه کنگو اکنون در دست کنترل قاچاق این زبان بسته ها و افزایش آگاهی عمومی است. پزشکان میگویند بهترین راه پیشگیری اطمینان از بهداشتی بودن گوشت است. سهیل شهسواری، بی بی سی. به هر حال میبینید که بایستی از هر طرف مراقب و مواظب باشید. یک داستانی خوندم توی فیسبوک از دوستان که میفرستن برای همدیگه، جالب بود که خانومی رفته بود قصابی، 500 تومن مچاله شده میندازه اونجا، میگه آقا به اندازه این به من گوشت بده. در همون موقع یه جوونی اومده بوده سفارش داده بوده با ماشین آخرین سیستم و مشخص بوده که وضع مالیش خوبه و قصاب هم گوش راسته رو گذاشته بوده و نمیدونم چیز میکنه، میگه که همینطور که وایساده بوده قصاب آشغال گوشتای اون گوشت رو میذاشته کنار رو میذاشته برای این خانوم. خلاصه اون جوون سوال میکنه، میگه که شما اینا رو برای سگتون میخواین؟ خانوم میگه که تقریبا. روش نمیشه، میگه که چجوری سگ شما اینا رو میخوره؟ من این گوشتا رو میدم برای سگم میبرم، با ناراحتی میخورن، چجوری اونا گوشتا رو میخورن؟ میگه آره سگای ما دوپا هستن، اونا میخورن، من این رو میبرم برای بچه هام درست میکنم. پسرک اون جوون یه تیکه از اون گوشت راست سر ور میداره میذاره رو آشغال گوشتا، میگه که خانم اینم با خودت ببر. میگه مگر شما برای سگاتون نمیخواین این گوشتو؟ میگه چرا؟ میگه بچه های من گوشت سگ نمی، گوشتی که برای سگ خریدن نمیخورن. برمیداره پس میده، همون آشغال گوشتو برمیداره با خودش میبره. خیلی داستان های غم انگیزی در کشور ما اتفاق بیفته بینندگان عزیز. اما حالا که رفتیم در مورد دام و دامداری و گوشت قرمز صحبت کردیم، میخوام راجع به کشاورزی هم با شما یک کلمه صحبت بکنم در مورد قارچ، چون میدونی قارچ به هر حال سمی داره، غیر سمی داره و گاهی اوقات این سمش انقدر قویه که به فوریت میتونه کارساز باشه و صدمه بزنه. و حضورتون عرض کنم که این قارچ ها که میبینی غزال جان، این عمامه است، اینا قارچ نیست. من خودم دادم، ببخشید، من خودم دادم این، ببخشید، من اینو چون حتما دقت نکردم اون موقع، اینا عمامه است قارچ، ولی خب اینا هم سمی هست، اب نداره، اب نداره. حالا اینا رو نگاه میکنیم، ماشالله هزار ماشالله، ببینید که چقدر این حالا یه خوردشه، همه جا تو هر سالونی که ما نگاه میکنیم از این قارچای سمی وجود داره و به هر حال دیگه گریبون ملت ما رو گرفتن. اینا عجب اشتباهی شد، من معذرت میخوام که میخواستم قارچ سمی به شما نشون بدم، اشتباهی تصویر رو یه چیز دیگه داده بودم. به هر حال عیبی نداره، اینم رو همه مشکلاتی که در برنامه زنده پیش میاد. اما اشاره کردم که سعید مرتضوی میدی، همونی که با پاشنه کفش زد زیبا کاظمی یا زهرا کاظمی رو کشت، همونی که به هر حال چند وقت پیش رفت در مجلس قول شرف داد که بعد گفت من قول ندادم و گفتن که آخه آدم یه چیزی رو قول میده که داشته باشه. به هر حال این
سوال همیشه برای ما باقی است که چه حکمتی در کار این سعید مرتضوی قاتل جانی آدمکش هست که حاضرن تمام مشکلات رو به تن بخرن، به جون بخرن، اما دست به ترکیب این نخوره. بهش نگن آقا برو خونت، این پولت هم بهت میدیم، بمون تو خونت یه مدت، بذار مملکت و مردم راحت باشن از شر تو. همیشه این آدم باید مطرح باشه، دادستانم باید باشه، نمیدونم یه کارای پستای کلیدی هم باید در اختیارش باشه، که به هر حال سعید مرتضوی دیگه. مرسی غزال جان. قرار کیفرخواست سعید مرتضوی تا اوائل ماه آینده، یعنی فکر میکنم جولای، صادر بشه. همونطور که آقای روح الامینی و آقای علی کامرانی که فرزندانشونو در ماجرای انتخابات 88 در کهریزک از دست دادن، گفتن سعید مرتضوی در این پرونده که مربوط به کشتار کهریزکه به عنوان معاونت در قتل تفهیم اتهام شده. همه اینا دهن پر کنه ها، تفهیم اتهام شده به عنوان معاونت در قتل. حالا بایستی ببینیم اون روز چه اتفاقاتی خواهد افتاد و این پرونده یه آقای روح الامینی و اون پدر دیگه آقای علی کامرانی رو نگیرن و بگن مقصر اصلی شماین. نمیدونیم از این قوم هرچی که شما بگید برمیان. به هر حال محسن روح الامینی، امیر جوادیفر و محمد کامرانی، اینها کسانی هستند که نامشون در فهرست کشته شدگان کهریزک هست و بعدش داستان کهریزک که اون پزشک و اون بلا رو سرش آوردن و این مرتضوی هر جا که بوده، بینندگان نازنین، هر جا که بوده دستش به خون آلوده شده و جوانهای این ملت رو جونشون رو گرفته و عامل کشتار بسیاری شده که نمیدونم، واقعا هنوز نمیدونم چه حکمتی در کاره که این رو انقدر باید حفظش کنن و این چه خدماتی در گذشته و جوانی و نوجوانی کرده به این آخوندا که انقدر حمایتش میکنن. این یکی میذاره کنار، اون یکی ورش میداره، همینطوری این هم داره برای خودش به هر حال شلتاقشو میکنه و شمرم جلودارش نیست. بینندگان گرامی، به هر حال این سعید مرتضوی بود. حالا ببینیم در آینده چه خواهد شد. و اما یک ماجرای جالب در مورد گروگان‌ها که مقایسه بکنیم وضعیت کشورهای اسلامی مثل کشور خودمون که به آسمان و اون حدودا مربوط میشن، دستوراتشون از بالا میگیرن و و و و و این شیطان بزرگ و شیاطین کوچولو کوچولو، ببینید اینها چه کار میکنن. 444 روز تعدادی از کارمندان سفارت امریکا در ایران گروگان گرفته شده، 52 نفر. خب اینا بهشون سخت گذشته، اومدن آزاد شدن، حالا ایران چقدر خسارت داده بابت این اون بمانه. اینا اومدن اینجا بارها و بارها اقدام کردن که غرامت بگیرن بابت این کار. دادگاه با توجه به اینکه میلیاردها دلار حساب‌های مسدود شده ایران هست که میتونن حساب سازی بکنن و اونو ولحتوش بکنن، بالاخره اینا اقدام کردن که از اون بودجه غرامت بگیرن برای اون 444 روزی که بودن در اونجا. دادگاه موافقت نمیکنه، میگه در قرارداد الجزیره اینها به هم قول دادن، دولت امریکا و اونا قول دادن و این به خاطر قولی که داده شده ما نمیتونیم این کارو بکنیم، غرامت از اونا بگیریم. حالا شاید از طریق خود دولتشون یه فکری به حال اینا بکنن، اما به عنوان غرامت از ایران نمیکنن این کارو. غزال جان میریم، شما شماره 77 پلیلیست منو بگذار که این پدر بزرگ و نوه رو یه نگاهی میکنیم و میایم. من خداحافظی میکنم.
خب بینندگان عزیز، ببینید نوه و پدر بزرگ چجوری میتونن با هم همکاری بکنن و در این موسیقی دو نفری ما رو به طرف اون مثالی که اول من زدم و گفتم که نسل‌های ما بایستی همکاری بکنن، مشورت بدن و بگذارن اونها خودشون کارشون رو بکنن، واقعا مثل این موسیقی میتونه مؤثر باشه و میتونه یک موسیقی بسیار با ارزشی برای آینده کشورمون در زمینه رفاه و آسایش و شادی به وجود بیاره. این رو اگر که بهش توجه بکنیم، این عزیزانی که امروز فقط فکر میکنن اونها هستن که میتونن حرف اصلی رو بزنن، یه خود کوتاه بیان، شاید ما بهتر باشه، وضعمون بهتر بشه. به هر حال با آرزوی موفقیت برای یکایی که شما کتابهای من حاضره بخرین، من تبلیغشو پخش نکردم تو برنامه، متاسفانه فرصت نکردیم، تلفن کنید براتون میفرستیم. تا درودی دیگر، بدرود، با تشکر از غزاله و سارو. الو، سلام علیکم، حال شما چطوره؟ ها چطور بودی؟ بهتر شدی؟ خسته یا چته؟ شنفتم چی کارا میکنی؟ پدر جا چی کار میکنی؟ خوبی؟ الو، الو، قطع شد. با بیلیفون صحبت کنید تا قطع نشه. بیلیفون 818-532-5800، اتصال سریع، قیمت پایین، کفیت بالا. بیلیفون، برای ارتباط با عزیزانتان در راه دور از بیلیفون استفاده کنید. بیلیفون 818-532-5800. بیلیفون.